برای تغییر مثبت بهانه نکنیم. برای پیدا کردن سوژه و عنوانهای مفیدی که ما را در خم و پیچهای زندگی کمک میکنند بهانه نیاریم. برای به کار انداختن مغز در تغییرات مثبت بهانه نکنیم. مغز خود را نخوابانیم. از افکار خود به صورت فعال استفاده کنیم. یک تعداد از دوستان برای به کار بردن افکار و فعال کردن مغزشان دلیل می آورند که درگیر کارهای خانه هستم، فرصت تفکر نمی یابم، نمی دانم چگونه مغزم را به کار گیرم. از این قبیل بهانه ها را برای فریب خود به کار می برند. ما با حمایت شما برای آگاهی و دانایی تلاش می کنیم تا مطالب خوب و مثبت را تهیه کنیم. لطفاً با لایک و سابسکرایب کانال نگاه نو را همراهی نمایید. در ادامه ویدیو با من همراه باشید. زندگی اکثر ما انسان‌ها تکراری و یک نواخت است. تنبلی و بی برنامگی حاصل زندگی عده‌ای از ما انسان هاست. زندگی مرفه و آسوده به سادگی میسر نیست. کسانی که به زندگی مرفه رسیده اند، آنها با سعی و تلاش به آن دست یافتند. زندگی مسیری است که خم و پیچ‌های فراوان دارد. انسان هایی که با آسودگی رسیده اند، آنها به یک بارگی به آن دست نیافتند، بلکه با تقبل زحمات فراوان و از طریق تلاش ها و بکارگیری مهارت هایشان به آرامش و آسایش رسیده اند. اگر تعدادی براحتی به آرامش و آسایش می رسند، آن آرامش و آسایش موقتی و زودگذر است. زیرا افرادی که بدون زحمت به آرامش و آسایش می رسند، آنها آرامش و آسایش را درست مدیریت نمی توانند، چون نحوه مدیریت آنها را نیاموخته و بدون مراحل رسیدن به آسایش، یعنی بدون زحمت و تلاش به آنجا رسیده و ممکن است در مدت کوتاهی دوباره از دست بدهند. بنابراین ما برای تغییر مثبت در زندگی خود وقت ما را صرف چیزهای بیهوده نکنیم. دنبال فرصت هایی باشیم که در حال و فردا ما را به آرامش و آسایش نزدیک سازند. افسانه ها را برای سرگرمی بخوانیم، اما در مورد افسانه ها اصلا افکار خود را مصروف نکنیم. برای آینده زندگی خود برنامه داشته باشیم و فکر ما را فعال نگه داریم و از مغز ما به صورت آگاهانه استفاده کنیم. بعضی از دوستانم وقتی با من صحبت میکنند برای تغییر و برای خلق و ایجاد چیزی بهانه میکنند که چگونه و از کجا شروع کنیم. من برایشان ایده و نظر میدهم که خلاقیت نیاز به تفکر دارد. وقتی تفکر کردیم مغز ما فعال میشود. این گونه ما میتوانیم از مغز ما استفاده کنیم. نیاز داریم به دور اطراف و فضای زندگی بنگریم. وقتی ایده‌ای به مغز ما خطور می‌کند، فوری آن را به عمل تبدیل و روی آن تمرین کنیم. برای یادگیری چیزی نیاز داریم مغز ما را فعال سازیم، نه اینکه تنها همه چیز را در ذهن خود بخوانیم و مرور کنیم. این کار مقطعی و زودگذر خواهد بود. اگر ما بخواهیم چیز را بیاموزیم، حتما در حافظه مغز خود ذخیره کنیم. چنانچه می‌دانیم مغز ما دارای 3 قسمت است. قسمت اول همان ذهن است که هر لحظه موارد مختلف را در آن مرور میکنیم. قسمت دوم بخش میان مدت مغز است که داده ها را طی مراحل کرده و به قسمت سوم مغز که بخش نهایی است سپرده می شود و داده های سپرده شده در آنجا حفظ و ذخیره می شوند. اگر به طور طولانی داده های ذخیره شده مورد استفاده قرار نگیرند، تهنشین می شوند و داده های جدید روی آنها قرار می گیرند که بازیابی آنها کار سختی خواهد بود. نیاز به زمان دارند تا دوباره فعال شوند. اگر درس و یا مطالعه ای را در ذهن خود بخوانیم، بسیار توقع نداشته باشیم که آن معلومات 100% وارد بخش دائمی مغز شود. کسی برایم گفت 14 سال درس خواندم. این برای من آغاز است و من زمان بدهی تا افکارم را برای خلق چیزی جدید آماده کنم. من برایش گفتم 14 سال درس خواندن یک زمان نسبتاً طولانی است که یک فرد صرف خواندن می کند.
در مدت 14 سال حداقل برای خلق چیزهای ابتدایی فرد آماده می شود. ولی شما می فرمایید که من تا هنوز آماده نشدم. یک تعدادی در جریان تحصیل فقط درس می خوانند. اما تعداد دیگر نه تنها درس می خوانند بلکه هنرها و مهارتهای مختلف را در کنار تحصیل کسب می کنند. آن عده کسانی که می گویند فعلا درس می خوانم در جریان درس نمی توانم چیزی دیگر بیاموزم، آنها فقط تحصیل را بهانه می کنند. آنها برای زحمت و تلاش بهانه جویی می کنند و درس را در ذهن خود مرور می کنند. آنها برای تغییر دنبالی بهانه هستند. ولی کسانی که دنبال بهانه نیست، درس برایشان به عنوان یک نیاز و فراگیری هنر و مهارت برایشان سرگرمی است. در جنبندی این مطلب دوباره می خواهم تأکید کنم، برای تغییر و خلق چیزی بهانه نکنیم. هر وقت که برای فعال کردن مغز اقدام کنیم دیر نخواهد بود و هر وقت برای تفکر تصمیم بگیریم می توانیم. و هر وقتی که بخواهیم برای ایجاد و یا خلق چیزی تصمیم بگیریم، آن وقت زمان عمل است و این عمل است که افکار و مغز را به فعالیت وامی دارد. امیدوارم این مطلب برای شما مؤثر تمام شود. لطفاً نظراتتان را در بخش کامنت با نگاه نو شریک سازید. از توجه و همراهی شما قدردانی میکنیم. فعال و مؤثر باقی بمانید.